فرهان حق، معاون سخنگوی سازمان ملل متحد، روز سه‌شنبه 18 جون در یک نشست خبری در مقر سازمان ملل متحد در پاسخ به پرسش مبنی بر این که ریچارد بنت توصیه کرده که ملل متحد نباید با طالبان با عنوان یک حکومت قانونی رفتار کند، چنین گفت: خب، من فقط می خواهم تاکید کنم که ما با آنان با عنوان مقامات حاکم رفتار می کنیم. با آنان به عنوان حکومت به رسمیت شناخته شده افغانستان رفتار نمی شود. این در حال است که بر اساس گزارش ها دلیلی که حکومت طالبان در نشست دوم دوحه اشتراک نکردند نیز همین بوده است که ملل متحد از قبول کردن طالبان با عنوان حکومت رسمی افغانستان ابا ورزیده بود، ولی این بار طالبان دعوت ملل متحد برای اشتراک در نشست سوم دوحه را پذیرفته و گفتند که این نشست به نفع افغانستان است و نمایندگان این گروه در آن حضور خواهند یافت. با این حال، دیدبان حقوق بشر در مورد نادیده گرفتن زنان در این نشست اعتراض کرده و گفته است که نزدیک به 3 سال از حاکمیت دوباره طالبان سپری می شود و واکنش بین المللی به سوء استفاده از زنان و دختران در افغانستان توسط این گروه ناکافی است. زنان افغان همچنان از همه فرایندهای مهم سازمان ملل متحد از جمله نشست سوم دوحه کنار گذاشته شدند. این خود نقض آشکار قطعنامه 1325 شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد زنان، صلح و امنیت است. ما از همه کشورهای عضو و مقامات سازمان ملل متحد می خواهیم که مشارکت کامل، معنادار و مسئول زنان افغان در عرصه های مختلف را در بحث هایی که مربوط به افغانستان می شود تضمین کنند. با گفته مقامات سازمان ملل متحد، هدف نشست دوحه افزایش تعامل جامعه بین المللی با طالبان و به طور کل با افغانستان به شیوه منسجمتر، هماهنگتر و ساختارمندتر است. اما مدافعان حقوق زنان مخالف اشتراک نمایندگان طالبان بوده و خواستار اشتراک و حضور پررنگ زنان در این نشست شدند. از آدرس فعالین حقوق بشر، معترضین، فعالین حقوق زن و تمامی جنبش ها و حرکت هایی که بر خلاف تفکر طالبانی ایستادگی میکنند، این نشست کاملا تحریم است و ما هیچ مذاکره، مفاهمه و مصالحه با طالب نداریم. اشراک طالبان در نشست دوحه جفای بزرگ در حق زنان و دختران افغانستان است. لطفا با اشراک طالبان و دعوت طالبان در نشست های بین المللی زمینه به رسمیت شناختن این گروه را سطح بین الملل مساعد نسازید. پیش از این نیز شماری از زنان معترض با نشر قطعنامه ای از پالیسی های کشورهای منطقه و جهان و به گفته آنها چشم پوشیشان از جنایات طالبان در افغانستان انتقاد کرده و گفتند که طالبان باید محاکمه شوند، نه اینکه به نشست دوحه دعوت شوند. این در حال است که شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار است نشست را بر روز جمعه 21 جون برای بحث و بررسی وضعیت بشری در افغانستان دایر کند. فرخنده پیمانی، صدای آمریکا، واشنگتن.